ماما؟ یه چای نمیخوری با کلم؟ پرتم چای ما بریزم یا خودت بریزم؟ من بریزم بختر خودت خورده سی از ما کده خودت باید بریزی خیلی سی مشکلی خدای من چای از ریما و شما نگیره الله یمین اگر من چای نباشه بس کنم تشنگیره میشون تشنگیره میشون غما را دور میکنه فکرها را کم میکنه غیبت ها را کم میکنه چی کنیم باز چای که میخوایم باز غیبت ها زیاد میشه که یک رسم رواج بعض خانه ها هنوز هم باقی مانده خانه اگان تا که میرن وقت چای مندازه دیگه پای سر پای دار میتن یا چارزانو میکنن یا یک بغل خود مندازن یک بارش هم زیر بغل خود کش میکنه بعد خو همین فلانی چرا تو کرد همین فلانی چرا تو نکرد بچه فلانی خبر شدی دختر فلانی رقم کرد که باز بیخی دیگه گپم نیفتن او دیدی از اون پردایی که ما گرفته بودیم از اون پردای ما رو جور کرد از ما یاد گرفتن اینی کار ما اول کردیم اینی کار یارم کردن زن فلانی پردایش نیفم گل گل داره سوال چرا نیست فلانی موتر داره ما چرا نداره قصه موتر کردی ماما در رژیم ما هستم دیگه این دفعه رژیم ما بسیار رژیم خویست ما هم دیگه چیز نمیگم دیگه که دیگه درست ما هم خود پس مشکل ما با خودت هست خودت همیشه شرم میشه بخو هم رژیم رژیم من برو بخیر کنم ما خود پس میکشم دیگه غرض نداره از دیروز صبح پری روز شام که شام در خانه نان نخوردم فقط دو گلاس آب لیمو شو گرفتیم دو گلاس آب لیمو صبح گرفتیم و که آمدم شما بولانی تنوری خورده نه؟ yeah. بولانی کدو که میخوردم امور هم نخوردم okay. خود چایت بودی سه دانه هم در چای صبح خوردیم دیروز در وقت چای صبح چاشتش یک چند قاشق لوبیا خوردیم شبش باز خانه رفتم آب لیمو گرفتم صبحش که بیدار شدم بازم آب لیمو گرفتم باز امروز ما و شما دیدیم شما بازم بولانی خوردیم ما بازم چی خوردم؟ هم خوردیم هم خوردم هم قویست هم در چاقی نخواد چیز داشته باشه فکر میکنم شیرینی داره شیرینی داره شیرینی خدا را اما اینم یک دونه چاکلیت میخورم که بیخید دلم با ما غرض نیست تو خود بزرطه را با نمدازی خودی بعد همون قصه سمد آقا یادمه قصه ما هم خوب چاکلیته خودت بسید چاکلیت خوبش نیست نه او چاکلیتی که ما دفعه گرفتم بسیار خوبش بود خب دیگه چاکلیت را خودت میگیری پنج پیرانزیات کنه کردی با او بچه فرق میکنه خیر بس انشاءالله بازار گرفتیم با او میگیری خب برنامه امروز ما همین مسئله غیبت هست دیگه والا غیبت چی غیبت های؟ چی تومت های؟ شروع کنیم در موروز امروز شریف شما هم دیگه کم کم آمادگی تانه بگیرین کمرم امری تانه جور کنه یک کمرم جور است و کمرم جور است صرف لایت هم تو وقت جور میشه روی از این گپ میزنیم ماما که از چند ماه به این طرف من خبر شدم که کس بنام ما آدرس های فیسبوک جور کده و از مردم پول میخواه من سکرینشات گرفتم میره گفتم میره نشر میکنم که مردم بفهمن نوشته میکنم میگم که برادرها و خواهرای عزیزم اینی اکانت های فیسبوک از من نیست لطفا متوجه باشین یک دفعه فکرم گشت گفتم چرا من اتو یک کار را بکنم بیا که پیدا کنیم منبر پیدا کنیم این چقدر تال را گرفته باشه باز من در تلاش شدم همیشه در برنامه که می ساختیم شما یادتان است که من میگفتم برادرها من وسیله به خاطر کمک کردن نمیشم نمیخوایم بالاخره اینیم از یک کس کمک شو بگیرم به یک کس دیگه بطور من اینمی کار نمیتونم کده خلاص چیزی که خود ما میتونیم میکنیم میکنم. در غیر از اون من وسیله نمیشم نیرخ بینده هم شاید هستم دیدن این گفتن این همیره میگم خب مگرم یک چند نفر باز فریب خوردم بر علیه ودی که ما بار یادآور شدیم باز فریب خوردن و پیسه های کار ایروگه کار دلار کار پیسه های کار استرالیایی را پیسه های کار کانادایی را روان کردن نفرک هم گرفته باز نفر هم مشناسم شو بیدر مثل خودت وارد یک کاس همراه من آن میکنم سر کسی که شک دارم من در یک کاس همراه من آن خورده همراه من چکر رفته گفته که هماین افغان بنیاد جور کده او بیدر کدام بنیاد ما در یک رسانه کار میکنم که در اونجا یک بنیاد وجود داره به نام بنیاد بیات یا بیات فوندیشن نه اجازه ساختن بنیاد دارم
فتنه ای نمکرامی را میکنم که من در یک جای کار کنم که در اونجا بنیاد وجود داره و من برام باز بر خود یک کار دیگه، یک بزنس دیگه در اونجا شروع کنم. یعنی نمیکنم. به همین خاطر بر دوستا گفتم و بازم چند نفر فریب خوردن دیگه. روی زمین که مگپ میزنیم یک کم اصلا شواهد هم یک مقدار شما میخواییم نشر کنم. خوب است بر دوستان شار بتیم تا مردم بفهمن و فیسبوک هم ریپورت بزنن. نفر هم که سر شک دارم من نمیگم برش، خود از این پس از نشر از این باید بیایم از کسایی که پول گرفتم ولو در هر جایی که از پول شانه روان بکنم. من فقط یک دو سه سنه در دل مست که نشر کنم زیاد نه، پولای مردم پس برشان واپس بکنه روان بکنه. اگر نی که نشه ما مستقیم عریضه هم کردیم اما دنبال نکردیم، گفتیم که اگر نفر اصلاح نشد، نفر به اشتباهی خود پی نبرد، ما نیاز داریم که یاده عیسیت صورت بگیره. از نام ما استفاده کردن رو بیاده کار غلط است دیگه. ما را گدایگر هم معرفی کردن، ما را دزد هم معرفی کردن، ما را نو خواهد از همون مردم فضا خدا بشناسن. مردم بشناسن که امی کارتون نیستی رو جور کردن دیگه. اینا باید به پنجه قانون سپرده شد. قیب یک شروع کنیم؟ شما شروع میکنین یا ما شروع کنیم؟ شما شروع کنیم. بریم دفعه شما شروع کنیم، من تا وقت چای بخورم. دوستای عزیز من سلام، امیدوار هستم که ساعت همه گیتون خوب باشه و همه تن تندرست و سرحال باشین. ما امروز امروی منجان افغان یک صحبت های داریم راجع به کسایی که گفته اگران خیانت کردن. نگه میبینیم که منجان چی میگه، منتظر باشین. در مورد مارای هستین گپ میزنیم؟ نه مارای دانستین. بنام و یاد خداوند تعالی، سلام عرض می کنم خدمت همه خانوادهایی که یک پیوند خونی اگر نداریم، یک پیوند عاطفی و پیوند معنوی با هم پیدا کردیم. در حقیقت این پیوند یا این رابطه عاطفی و معنوی است که ما را با هم گره داده، هرچند رابطه خونی نداریم. نه. که او خانواده حاوی پدران معنوی، مادران معنوی، خواهران و برادران معنوی هستند با ما. امو شعر فراموشم شد، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش زیگ گوهرن. بباشین که در می آخر سابق من یک خاطره هم اینجا یادآور شدم برتون. من صنف 6 مکتب بودم فکر میکنم، صنف 5 مکتب بودم یا صنف 7 مکتب بودم یا 8 بودیم، فراموشم شدم. زمانی که طالبا رفتن مجاهدین یا نیروهای شمال آمدن کابل گرفتن، در اون زمان تلویزیون ملی افغانستان به کار آغاز کرد. نه. که در اون زمان دیگه امون اتاقای خیلی برجسته پسان باز نمیفهم مسابقه هم بودن یا نه آمدن، مثل فریبا جان چرخی کال فکر میکنم در خارج از افغانستان هستن، خانم لیدا عظیمی، خانم نفیس فیصل، بانو ماری مطمئن از جمع خانما بودن، آقای مدقق بودن، آقای عزیزیار بودن، در بخش برنامه پاسخ چیست اینا که کار میکردن. بر من خیلی جالب بود، من در اون زمان میخواستم که در برنامه پاسخ چیست اشتراک بکنم، یک روز برم. باز اون زمان بسیار زیاد شعر بیاد داشتم. یک بخش دو شعر جنگی بود، مثلا میگفتن کدام شعر میگفتن؟ قلم دارم بر دست نمیدانم چه بنویسم، دو چشمان دارم پر ز اشک نمیدانم چه بنویسم. با میم ختم شد، با میم باید یک شعر بگوین. من دانستم از اول که تو بیمیل وفایی. مثال باز اینم قسم با او ختم میشد. من به هر حرف کم از کم 5 الی 10 شعر حفظ کرده بودم که اگر من در این برنامه میرم باید شعر خوب به یاد داشته باشم، دافزی خود داشته باشم که باز در بخش شعر جنگی اگر برابر شم من بند نمانم، من باید برنده شم. حالا یگان دفعه یگان شعر را که یا
اما بیت اولش یادم میمانه یا بیت دومش یادم مانده میگم به من خاطر پیش از پیش من نزاکتا میگم که شاید درست باشه یا نباشه به او خاطر که مرا کسی شکل متهم نساده که این چیز را یاد ندارم خب فراموشم شده شاید او قدر یادم ندارم اما کم اگر یادم داشتیم فراموشم شدم فقط موضوعی بود دوستا که یک رابطه عمیق ما و شما پیدا کردیم انشالله که ما و شما پیش یکی دیگه خود به اعتماد نشدیم شاید امی اعتماد بسزایی که وجود داره بین ما و شما اینمی باعث شده که رابطه ما روز تا روز محکمتر شده و این گری هم مستحکمتر باشم به همین خاطر پیشتر من امرای ماما یادآور شدم امرایش یادآور شدم گفتم که 3 ماه کم و زیاد میشه که فیسبوک به نام ساخته شده و از مردم پول میگیرن یعنی به شکل هماین افغان دوز معرفی شده یک شکل هماین افغان چی میگه؟ به اعتماد دیگه تقریبا لطمه وارد شده شخصیتش که من از فیسبوک خود پیام کردیم برای تعداد وطندارانی که خارج از افغانستان هستن و ازشان پول خواستیم گفتیم که شما پول روان بکنین که برای 200 خانواده ما میخواهیم کمک بکنم و اگر شما هم سهیم شوین خیلی خوب است ما این مویایی هم دوال چک نکردم ماما بچم درست هست یا نیست شریف هم این چیز مرا نگفت بر 200 خانواده ما این کومنت هم میخوانم هم بر شما یک دفعه نشان میتونم شما در تصویر ببینین اینی است دوستان اولین اینمی کومنت است که اینا همیشه امی گروپ است یا شخص مثلا شک دارم که کیها امرایشان هسته ایره دیگه خودشان باز میفهمه و اما دنگ دنگک آخرتشان و ای که چقدر گپای مسلمانی گفته برای دوستا که خداوند شما را خیر بده خداوند در روز آخرت اجرش میته براتان شما یک به دنیا صد به آخرت میکنین ای قدر گپای خوبش گفتم این پیام بر هر کدام شما روان کردن سلام خواهر مهربان انشالله که خوب باشین برای 200 فامیل نیازمند مواد غذایی توزیع میکنم اگر شما هم میخواهید در این ثواب شامل شوید در خدمت هستیم سپاس وقت شما خوش خواهر مهربان این خواهر مهربان هم نوشته کرده روزتان خوش جهان روزتان بخیر جهان چی نوشته کرده اینا کمک های درنگتان لطف کرده آیا به اسم خودتان یا خیر منتظر جوابتان هستم امی خواهرم آبرشان گفته باز پس گفتم سلام خواهرم مهربان سلامت باشین حساب من بلاک شده شما می توانید از طریق وستر یونین روان کنین شما ببینین باز دوباره گفتن سلام خواهر مهربان انشالله که خوب باشین من منتظر خودت هستم وقت جوابشان را نداده باز برشان پیام کردن همین شکل وقتی که پول برش روان شده باز گفته سلام خواهر مهربان انشالله که خوب باشین تشکر سلامت باشین خوش آرام باشین من پول گرفتم سپاس یک جهان خداوند اجرش نصیبتان کند خداوند همه ما و شما را ببخشد خداوند اجرش نصیب شما کند وقت شما خوش خدا نگهدار پیسر گرفته باز قسم باز گفته خداوند اجر شبتم هم دزدی بکو هم دعا بکو دزد نه دعا میکنم و من سر کسی که دوستا شک دارم شک نه که اطمینانم هست انشالله ایره باز میگن خب امی روند قانونی امی رقم است تا که محکمه یک کس را مجرم ثابت نمیکنه نمیتونی او را مجرم بگیری من به اساس همون قانون میگم که من فعلا شک دارم سر از یادم اسناد و شواهد خیلی قوی از وستر یونین با خود داریم از بانک های مختلفه که در افغانستان از وستر یونین پول کشیده از اونجا هم داریم و حتی اگر گپ کلان شوه ارگان های امنیتی اگر اینجا کار کرده میتونن خصوصا ریاست تحقیقات جنایی کابل قماندانی امنی کابل با اسناد شواهد ما ویدیوی خود نشر میکنیم اگر اونا علاقمندی داره که دزد را بگیرن ما همچنان با اونا همکاری میکنیم اینا گرفتارش بکنن در بانک که داخل شده تاریخ 60 پیش ما که در اون تاریخ پیسه گرفته از وستر یونین در هر بانک افغانستان شما که مراجعه کنید اونجا کمره امنیتی است تصویرش هم در اونجا گرفته شده اینی گپ هم هست
امضا و تذکره ایره که اوجا از وستر یونین پیسه میگیره او گپایش هم وجود داره. تذکرهش حتی پیش ما وجود داره. ای آدم پول گرفته ماما از مردم و بالاخره یک دفعه خوب پول گرفته از یک خانواده یکی از خانواده رو من مثال میتون برتان. دوباره این خانواده امرایشان تماس گرفته گفته که برادر محترم ما باید امرای همایون جان گپ بزنم که یک مقدار پول دگام ما داریم. زمانی که کم مشکوک شدن اینا یک دفعه خوب 500 یورو یا 600 یورو بر از اینا روان کردن. بعد از او گفتن که ما مشکوک شدیم سر شما، لطفاً به ما همایون جان باید پاسخ بگویند گپ بزنن. اینا چه قسم امرایشون تلفن گپ زده شما خوب بشنوید خودتان. بسیار مهم است که برای یک نفر برسه و بسیار زیاد است، از او خاطر مهم بود که ما کتر همایون جان گپ بزنم. خبر مطرمی مربوط بنیاد خیری همایون جان است دیگر، اونا به مخاطر این شماره را جو کنند که خودشان خدر وقت ندارند. بسیار همتانه ما تقریبا روزانه بنیاد 3-4 نفر رو می خواهند که کمک به نیازه زنگ بزنم. همایون جان هم میبینه آدم در تلویزیون که فیزه را میبره چی میکنه، اما ما اگر بر شما روان کنم از کجا بفهم که راستی بر نفر را میرسه؟ مشکل نیست که شما میتونید از طریق وسترنیان روان کنید بازونه به هر کسی که بگوین گفتین همایون جان برش گزارش جور میکنه، گزارش براتون روان میکنیم. اگر گفتین که در یوتیوب نشر کو در یوتیوب نشر میکنیم، اگر نه اونا براتون خودش ویدیوش به هر کسی که میگن باز همایون جان میرم برشان چی پیسه رو میتون اون ویدیوش براتون روان میکنیم. اگر گفتین در یوتیوب نشر کو در یوتیوب هم نشرش میکنه، مشکل نیست. شما ببینین میگن که این همایون جان خودش مصروف است، رود 3-4 نفر زنگ میزنه. خوب متوجه باشین این شماره مربوط بنیاد همایون جان است، یعنی یک بنیاد خیریه مجور کردیم که بنا ماست این شماره تلفن اجور کردیم، رود 3-4 زنگ میزنه. ما وقت ندارم نظر به گپ جناب و اینا تلفن جواب میتن و پیسه تان شما روان کنین. باز اگر میخواستین که وقت کمک کردیم ویدیو بگیریم او را همایون براتون ویدیو هم میسازه، به تلفن کردن شما وقت نداره، اما میره خانه غریب پیسه را که دادشه باز ویدیو میسازه باز او را نشر میکنن، در حالی که شما شاهد هستین که هیچ وقت همایون کار نکرده، هیچ وقتی کار نکرده که برای پیسه بده به کسی باز او را ویدیو بگی او را در یوتیوب نشر بکو. ادامه شو بشنوین و ایره متعقن شوین دوستا که پسان بازی گپای دیگه خودم میزنم، پای خودم میخواه بکشه به خاطر که من یک جای یادآوری کرده بودم حتما اون نفر گپ رسانده برش که اینا همایون خبر شد از این موضوع خدا بکش. حالا باز پسان خودم میکشه. خوب گپ متوجه شوین. من مقصد تنها یک زنگ اگه همایون جان بزنه این کارو میکنم، اگه نه خیر باشه دیگه. مشکل نیست خوار مطرم دیگه، من بسیار چیه بخاطر بسیار مطرمهای ما زنگ میزنم. میفهم و از او خاطر خوب است از زیاد نفر روان میکنه برتان خیلی. مقصد دیگه اگر همایون جان خودش بر من میتونه زنگ بزنه خوب، اگر نمیتونه خیر باشه خیلی دیگه. درست است، مشکل نیست خوار مطرم. برین خیلی روز خوش میخوام. خداحافظ. سلامت باشین. خداحافظ. یک دروغ هستم خب شنیدی ماما؟ بله بسیاری. این دیگه باید پیدا شد هیچ توی کار کرده این بنیاد داریم و خبر ندارم این بنیاد هم دارم. از شما پود کردیم والا آفرینشان، آفرین به کاری که میکنن. این دیگه بسیار استاد است دیگه. این دیگه استاد است و سرکسی که دوستان من شک دارم گفتم از ماما کده به من رفیق بوده، چکر رفتیم ما به جاهای دور سفر کردیم، ما ده کاسه مانان خوردیم و ما در برنامه بعدی تمام اصلیت شبرتان
فاش می سادم، چهره ایش براتان نشان می دم. چرا این کار من می کنم؟ به خاطر که ای از دوستی و رفاقت ما سلام علیکد به من دل نسوختان، آبروی من را زیر پای کرد. من آله نیاز است که آبروی از این آدم در نظر بگیرم، میره دوست معرفی نکنم و چهره از این نشان نتم برای شما تا خودش را بشناسین، بفهمین به چه کی است، از کدام قوم است، از کدام گروه است، مربوط به کیها میشه. بله این کار درست است؟ خدای نخواسته ماما یک روز به این خودت به من تهمت بزنی. بله یا ما به خودت تهمت بزنم دیگه، این یاز نیست خودت پرده ما را بکنی. نه دیگه خو یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه بارهای پول گرفته از مردم به نام من، بارهای از نام من سوء استفاده کردن. بر من یک خانم از آلمان زنگ میزنه، در مسنجر من پیام مانده، اومان جان زود به من تماس بگیر. خب تماس گرفتم خیرت باشه، گفتم بفرمایید. گفت خاله جان من 150 اومان جان 150 یورو که روان کردم، امو را به کدام خانواده دادی؟ به من ویدیویش هم ندادی، در مسنجر دیگه تام مرا بلاک کردی. او بیادر به من روان نکدی. گفت به خدا اومده اون مسنجر دیگه، اینه به من روان کرد اسکرین شات های زوره که نه پیسرم در فیسبوک که یادم جور کرده در اوجه گفته خواهر محترم بسیار جا تشکر از شما، خداوند این دنیا و دنیایتان خوب داشته باشه، خداوند مردایتان بباشه، خداوند تو بکنه، خداوند اتنه ستای پدر بباشه، دعاهای همون تو پدرانه کرده. آخر من امو خاله را گفتم، گفتم خاله جان دیگه من چی بگویم، یک مقوله وجود داشته از سابق، نمیخوایم اون مقوله را بگویم، حالا درست نیست، به سن و سال ما برابر نیست و اخلاقا درست نیست، مگرم شما خودتان میفهمید چرا این مفلسا را شما پولدار میسازید؟ چرا صدای مرا نمیشنوین وقتی که من در برنامه های خود، در گزارش های خود گفته میرم که او مردم من نیستم در بخش کمک کردن، پول روان نکنین، پس چرا؟ چرا صدای من نمیشنوید؟ چرا ویدیو کال نمیکنی امروی من؟ من اینجا به هزارها نفر در لیست هستن که قسمت مسیج ریکویست اینستاگرام خوستن، این قدر وقت پیدا نمیشه که من برای چهار نفرشان گپ بزنم. بسیار دوستای نزدیکم، خانواده های من، برادرای من داخل افغانستان نیستن، بیرون هستن. باور بکنین که من محمد از یک سال اگه دو دفعه هم رای از اونا گپ بزنم، اونام که بسیار مهم باشه گپ، من نمیتونم رسیدگی کده. وقتی که اگر زنگ بزنن دو دقیقه سه دقیقه اونا دلشان یخ نمیکنه گپ بزنی، حداقلش 15 20 دقیقه گپ میزنن و 15 20 دقیقه در شرایط دیگه نه حوصله‌اش است نه وقتش است. و ایرا میفهمم که یک وابستگی ما داریم با بیننده های خود. بیشتر در ابتدای یادآور شدم که ما یک رابطه خواهری و برادری و فامیلی پیدا کردیم، از نگاه معنوی، از نگاه احساسی، از نگاه عاطفی ما رابطه پیدا کردیم. هر کس دوست داره قصه بکنیم گپ بزنیم، مگر رسیدگی نمیشه. چه رسد به این که باز ما به شما پیام بانام بگویم بیاین دوستت فامیل ما کمک میکنم. این صدا را دوستا شما شنیدین. در این راستا من دارم ویدیوهای زیاد دگام دارم به خاطر ثابت ساختن ای که چطور یک آدم یه نامرد میشه با خنجر میزنه. در این ویدیو نمیفهم کدام ویدیویشون است، باشین که نشر کنیم. سلام علیکم خانم فریده، خوب هستین؟ بخیر سرکنم جانتان جور است، فامیل مادرم همه خوب هستن، انشاءالله خوب هستین، بخیر هستین. مثلا چما هم دون براتان کن باش که چطور شد چی کدین پیگرد که یعنی میشه کجا هست پیسه خطر پیسه که ما چرا خم شد پیسه باش نگه میخواستم بیده اول بتین بر ما که ما مگر فردام پروگرام پیسه گرفتن باشه که ما دیگه جای ما توضیح کدن میرم کورا کنسل کنم نگه اگر نمیشه بر دیگه هفته مون نگه نگه میخواستم معلومات بخواهیم از بشه دیگه وقت خوش داشته باشه. خدا حافظ شما. سلام علیکم خانم. دوستا شنیدین 2700 ایرو این خانم روان میکرد برشان، فکر میکنم وقتی که شکی شدن امروز و سبا کدن مانده ایره 2700 ایرو بخاطر از طریق بانک گفت نمیشه، از طریق وستر یونین برشان روان میکنیم. خواهر امی خانم برشان 600 یا 700 ایرو روان کرده بوده گذشته.
بازی خانم گفته که ما کمک میکنیم، خواهرش دوباره برش شان این نمبر روان کرده، گفته این نمبر هماین جان است، شما میتونین که اینجا روان بکنین. و این خانم میگه بدون از اینکه ما پرسان بکنم که کی هستی کی نیستی، من گفتم که ما میخوایم یک مقدار کمک بکنم بر شما. خود 2700 یورو آماده کردیم، گفت یه این مشکل کرونا آمد ما نتونستیم امیر روان بکنیم، یک مشکل خب امی که چی میگه خداوند فضل کرد، میگه روز تا روز شکم از یاد شد در اینجا. هر روز شک میکردم به نام همایون، میگفت که همایون کجاست، همایون مصروف است، همایون کجاست، همایون در گزارش است، همایون در ثبت است. در اینجا ببینین دروغه، میگه که خانم شما اگر کمک میکنین که باز ما تصمیم داریم که بر فردا یک تعداد خانواده را کمک بکنیم. همین قسمت چه یک بار دیگه شما بشنوین ببینین که چی میگن اینا. نگا می خواستم ویدیو اول بتین برای ما که ما مگر فردا پروگرام پیسه گرفتن باشه که من دیگه جای مواد توزیع کردن میرم که را کنسل کنم. نگا اگر مواد توزیع کردن میرم او را کنسل کنیم، کدام مواد؟ کدام مواد؟ مواد کجا است؟ و ای آدم روز تمام روز پشت شرنگ موتر شیشه در چند هزار افغانی کارگر است یک جایه، کدام مواد توزیع میکنی آقا جان؟ خودت تو دوست ما رفیق ما آمدی تو مرا بیاب ساختی، تو از آبروی ما سوء استفاده کردی. ما هر موضوعی که کاری میباشه چون صادق هستیم همیشه امرای شما ما قسم میکنم تمام نکات از ما گرفتی و خوب فهمیدیام که من مثل دیگه کسا نیستم که من بیایم کمک بکنم و پیسه بگیرم. تو برعکس رفتی حتی بر مردم در اینجا گفته که همایون کار همایون خاص بر رضای خداست. تو باش یک چیز دیگه میگن، بیشتر هم شنیدین ماما شما یک چیز میگن فی سبیل الله، فی سبیل الله، فی سبیل الله کمک های همایون و نمیخواد که مثل دگرا وار ویدیو بگیره. دوستا و رفیقای خودم این آدم بیاب ساخته ولو که هر چیز هستن آقا بیادر و کابلی. در مورد شما هم اینجا گفتن اگر این نفره که ما شک داره می نمی باشه خو شما را بیاب ساخته، ای که شما خوردین یا نخوردین ایره من خبر ندارم، ایره خدا می فهم و شما می فهمین، من در این باره چیز نمیگم. اما اینمی آدم که در مورد من گب زده به نام من پیسه گرفته، شما را بیاین کال چی گفته در اینجا، او ویدیو را خو می کشیم. در اینجا چی هست؟ سلام خواهر محترم، انشاءالله که خوب باشین، ساعتتان خوب باشه. ببخشین که ما تقریبا بر 200 فامیل نیازمند مواد غذایی توزیع میکنیم، دیگر اگر اونم پول هر چی زودتر روان کنین خوبتر میشه، به خاطر که این مسئله هم 2700 یورو است. یک پیام دیگه دادم، او خانه میگه ما مشکوک شدم این پیسه رو تو یک رقم ماتال داده میره. نه اول تال ندادیم، گفتم این پیسه خودش نمیرسید نمیرسید، به خاطر کرونا اونجا دکانا بسته بود، یک مشکل بود نمیرسید. ای آدم بر من پیام میمون که یعنی این پیسه چطور شد، امروز رفته بودم نشد، امروز تلفنش خاموش بود، امروز این رقم شد، امروز این رقم شد، باز پیام مونده که چطور شد اون پیسه که ما کمک میکنیم. فامیلام یک ذره ما چیزای زیادتر بتونیم بخریم که پیسه ما کم بود نکنه. ما منتظر خودتون هستم خواهر جان، ان شاء الله وقت خوش داشته باشین. خواهر جان ان شاء الله با تماس میشم، وقتتان خوش، خداحافظ شما. درست است اینجا می رقم اینا نهایتا ما گفتم به اینا، گفتم خیلی شما یک دفعه باز ببینین که در مورد ما چی میگه. ای وقتی است که کمش مشکوک شده یادم. علی سلام، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ فامیل محترم من مگه خوب هستین؟ تشکر، زنده باشی. ما ایدمی روز بچیم دیگر میره دیگر طرف های دیگر شوی که جا برسه ببینه که اون نفر تال خود شما بر شما چی نکده نداده پیسه نی؟ نه خانم فریده، با وجود که پیسه رو نداده باور کنین که تقریبا دو روز یادم من سرگردان کرد، به خاطر که یک رقم آدرس میتا آدرس گنگ میتا، مثلا مرا میگم میگه بیا در سرک پانزی وزیر اکبر خان، ما برش میگم که در سرک پانزی وزیر اکبر خان اونجا تقریبا ده دوازده دانه دکانه صرافی هست. گفتم میگم آدرس دکانه بته، میگه تو همونجا بیا باز بر ما زنگ بزن، باز ما برد آدرس میتا، باز بیا یا نفر یا خودم میگم.
وقتی با میرن دو ساعت 15 میرسم بر زنگ میزنم وای تلفن هم میگیره باز دفعه دوم که میزنم همون نمبر من میگیره دو بلا پلیس بندازه باز شماره دیگه که زنگ میزنم برش این همین شکل تلفن جواب میتا که برای میگم هی کس که شماره از اینا رو میگه در بلک لیست مندازه یا مر سرک پانزه وزیر اکبر خان میخواه اینا صراف هستم که یعنی پیسه رو اونا روان کردن پیسه رو باید از پیش از امی آدم بگیره شماره شما روان کردن اما وقتی که تماس میگیره میگه مر یک دفعه اوجا میخواه با شماره ما در بلک لیست مندازه سه خدایی هست که ایجا هیچ پیسه به دست از اینا میرسه چون پیسه برازی پیسه حرام از دیگه یک دفعه خودش هم شکایت میکنه که من مرا اینقدر سرگردان ساخته پیسه رو بر من ندادن ادامش من به خاطر ما اولی الان زنگ زدیم بازی تلفن خاطر میگن میگن اینم بلک لیست میکنه یک روز تقریبا از ساعت 11 بجه که استارت شدم اونجا 12 بجه تا 3:30 بجه 3:30 بجه آخر تلفن رو کلش بلک لیست کردم پس رفتم باز دیگر که زنگ زدم برداشت مرا گفت که ببخشید بالا تلفن ما چون خراب شد این سبب بیا ما پیسه رو بزنم سبا باز رفتم از یک بجه تا دو نیم سه بجه استاد شدم پیسه رو ندم دیگه باز من مجبور شدم که بالاخره پس آمدم گفتم برخاطر بجیریان بگذارم که چی رقم از سیستم اولا خیلی رقم نیست بسیار زیاد هست باور کنید در یک هفته شاید بیش از 50 اولا بر ما آمده باشد مگم این رقم نیست من اما که میریم اما نمبر که شما ارسال میکنه نمبر که میتی میشنه تذکره ما رو میبینه پیسه رو میتی بسیار منظم هیچ کار مشکل نیست دیگه من این فهم که چی رقم حساب از اونجا کدام کار دارد یا اینجا پیسه یادم پیسه رو نمیتونه میگه نمی فهم چی رقم از خانم خریده ما ولا امیره نمیشنختیم چی رو برازی که من هیچ وقت یک دو دفعه که من در کابل فنس روان کردم از طریق استانیونیان از اینجا یک زیاد نبود اگر صد رو پیه روان کردم باز در آلمان که رفتم از طریق آلمان من اونجا چون مادر مرده بود بخاطر از اون ما پیسه زیادتر اولا کردیم از اون طریق به بسیار خوبی رفت و گرفتم پیسه رو این رو همون نفره که شماره شما رو برام داده امون گفت که در بفروای کنت من گفتم من چه قسم این پیسه رو چی کنم من تا آلمان آمده نتانم من این پیسه رو بر از اونا روان کده نمیتانم بخاطر که استنینی هم نمیشه قدر پیسه رو من اولا کنم اینجا مشکل میشه بر من باز گفت شما برین در بفروای کنجا یک چیز است این همی آدرس بر ما داد تو جبرین که فونجه پیسی تانم میگیره میده من گفتم شما روان کردین امی خو از شما شریک با ماینجان هستین نه؟ نفر اموین جان گفت که اموین افغان کس نی که در می تلویزیون ها در می گفت که ما روان کردیم پیسه بر رسید اما اونمو مثلا تا امروز بر ما نگفتن که پیسه را اینا چی کردن در کدام را مصرف کردن اموین هم بر ما هیچ چیز نگفت و هیچ کد ما خودش ارتباط نگرفت هیچ گپ نزد و ما در وقت گفت ما چی شماره بر شما روان کردم که شما پیسه تنه دمی روان کنین پیسه می خوارم محترم مشکل دایی هست که مثلا ما بسیاری کسا هستم که سر مردم غریب ما یعنی فلم برو میکنن چه خم بگیم پیسه زیاد میگیرن از ما کس تا کمک ما کس دست جمعی هستن به یک نفر بر دو نفر اختصاص ما نمیدیم تقریبا حدود 200 فامیل 300 فامیل که ما سروی میکنیم و تقریبا به هر کدام از این ما تقریبا دیگه فکر کنیم که اگر 300 نفر باشم ما 300 بوجی آرد میخریم 300 دیب روغن میخریم اینم تو بر ترتیب دیگه همه حبوبات و چای و بوره و همه چیزایش که تقریبا شاید در حدود 30 نفر ما با 20 یا 25 هزار برای برشان خریداری میکنیم و بعد از او باز ما به خاطر که نمی ما میگه فی سبیل الله باشم دیگه دنکم فی سبیل الله باشم فی سبیل الله باشم اتر کمک میکنم یا سر غریبا فلم پر میکنه یک تعداد او ما فلم پر نمیکنیم برای هر فامیل 25 هزار افغانی را کمک میکنیم برای عام مردم میکنیم این نمیبینیم دیگه هدف شیه است که او قوم و قوم و منطقه و منطقه را نظر نمیگیریم فی سبیل الله کمک میکنیم این بنیاد ما این افغان است که فی سبیل الله کمک میکنه بسیاری از یوتیوبرها که هستند خود من جانم در
مثلا ارسه که امی کارا مراوچ شده که مردم مثلا پیسه را زیاد میگرن. ما آقا بیادر را مشناختیم که آقا بیادر چی رقم یک آدم بود و در تقریبا 30,000 یا 35,000 افغانی در تلویزیون طلوع یا تلویزیون آریانا اینا کار میکنن. من امروز اینا خب پیسه دار شدن که حتی در ترکیه هم میگن بلاک خریدن و بعض گفت های دگاه و ایجام از ما کس باز ما تصویر نمیگیریم. ما از اول یک کمک اینجا باید توضیح بتیم. آقا بیادر در چند تلویزیون که نام گرفت گفت 30,000 یا 35,000 افغانی ماش کار میکردن، اما امروزه ببینین که آنقدر پیسه یعنی از امی طریق پیدا کردن که این در ترکیه میگه خانه خریده. سر کسی که ما شک داریم که اونمون نفر است، اگر اون نفر باشه رفیق صمیمی آقا بیادر هم است، رفیق هم تو جان بجانی آقا بیادر هم است. پشت بنام ما که این قسم سوء استفاده کرد بنام ما بنیاد ساخت، اما پشت ولو که آقا بیادر من نمیگم ولو که آقا بیادر 420 همین بیخی همین دوز کل افغانستان باشه، اما تو خود رفیقش بودی، تو خود رفیقش بودی. اگر این میال آقا بیادر رو ببینی بازم میگم اگر می آدمه که ما شک داریم همین آدم باشه ای که انشالله شک ما زیاد هم از بیشتر از 50% است، اگر همین آدم باشه شما فکر بکنین که پشت رفیق خود گپ زده، یعنی رفیق خود را دوست کشیدن اینا. خب ادامه ایشا بشنوین. گفتیم که ما فی سبیل الله پیسه را مسئولیت شا میگیریم، اما کسایی که مستحق هست ما تو پیسه نخ نمیدیم. هر چیزی که بخریم مواد غذایی میخریم، کسی که ضرورت من بود و نمیگیره، کسی که نبود نمیگیرم. باز اونا گفتن که ما امی خودتا که نمره تلفن تا دادن، گفت ما اینا را چند دفعه گفتیم که ما میخواییم یک دفعه امرای اما اینجا تماس بگیریم. باز گفتن که نه، گفتن خود درست است که فرد تا 4-5 دفعه هیچ اما این امرای ما تماس نگرفته. و نه درست که خواهر ما گفتن درست است، خود اما اینجا کس خودش گفت نمیزنم، بگم من به ارتباط کمک میگم چند بار در یوتیوب گفتیم که یعنی گفت ما نمیخواییم که کارهای بدنامی شود، او خودش نمیخواید گپ بزنم. و دوم این مؤسسه خیریه ما بنام مادر وطن است دیگه، بازم دل کسی که پیسه را اون میکنه او مسئولیت شما میگیریم. اگر کنم گپ شود آینده او پیسه را خواهی نخواستم ما بخوریم. باز آخر مردن است، آخرت از جواب دادن است. آخر مردن است، آخرت از جواب دادن است. خود همایون نمیخواهد که در تصویر ظاهر شود و در رابطه با این گپا گپ بزنه. مؤسسه ما هم میگن که به نام مادر وطن است. من نمیفهم کدام مؤسسه است. ما خود مؤسسه را تاسیس نکردیم و مطال را کدام بنیاد و مؤسسه ندارم. پیش میریم. گپ کم کم تغییر میکنه دوستا، به خاطر که یادم کم کم شک میکنه. فکر میکنم که همایون در بنیاد ما نه سال میگه بنیاد ما را فقط معرفی میکنه. چگونه معرفی میکنه؟ من بسیاری خدمات ما برش مسج میکنم، میگم من این کار خیر چیز نمیکنم، یعنی موسی خیر است مسج میکنه بر ما و ما بایسیش را نمیگیریم، ما بر مسافرین آرد برنجی خریداری میکنم توزیع میکنم. که ما هیچ وقت این کار نکردیم و هیچ وقت نگفتیم که شما به این مؤسسه روان کردین. فقط یگانه جایی که من کار میکنم، در گروپی که من کار میکنم، بیاد گروپ، که بیاد گروپ هم یک بنیاد داره به نام بنیاد بیاد. گفتیم اگر کسی کمک میکنه اونا به بنیاد بیاد همیشه از سالیان سال اونا همی کار کردن، در این بخش کار میکنن، اونجا پیسه خود بریزن تا باز اونا خودشان مردم کمک میکنن. جز بنیاد بیاد ما هیچ جای دیگه را آدرس ندادیم بر کسی که شما به این بنیاد یا به این مؤسسه روان بکنین. بیادر نه ما بنیاد دیدیم نه توزیع را دیدیم، از ندیدیم، از هیچ کس را ندیدیم. به خاطر که ما همیشه امروی از اینا نشست و برخواست داشتیم، همیشه گفتیم که وقتی که گپ دور حال ما فهمیدم که بعض اوقات اینا از دان ما گپ میگرفتن،
که چرا یک بنیاد نمیسازی، چرا یک بنیاد خیریه نمیسازی، یا تو پیسه داره، تو پیسه داره. و بارها ما این گپ برشان گفتیم که ما یک روز اگر پولدار شوم از طریق بنیاد خیریه، باز بردم مرا چی میگه؟ میگه از پول دزدی خود در ایجار رساند. اولا او که بیخی در اونجا من صادق هم باشم، صاف هم باشم، مثل قضیه فرید. بله. اگر ما در قضیه فرید از مردم پول میگرفتیم، ماما فکر کو آل چی معاشره میشه مردم چی میگفت؟ خوب است که یک افغانی کس را نگرفتیم که اینقدر گپا شد. و من ای را ایندهش هم میفهمیدم. بر من امی دوستا و مانند از دیگه دوستا بارها گفته که خودت یک آدم خیر هستی، صداقت داری در کارت، دیگه یک بنیاد خیریه جور که از تمام کارا کده خوب است. حتی بر ما گفتن وظیفه رسمی تا ترک بکو، پنج برابر از این ماش ما برتان میتیم، بگی بنیاد خیریه به نام خود جور کو، مشترک کار میکنیم، و یا خودت بیا می کارا بکو، خودت اگر فیصدی 10% و 5% هم بگیری، یک پول بسیار زیاد برای جور میشه، اما حق حلال هم بخوری. اما من مردم خود یک ایدهشان تمام شده نمیگم، یک ایده مردم خود من میشناسم که گفتم هر قدر کار نیک بکنی بازم میگه که خورد، بازم میگه خود از اینی طریق رسم. نه، مگر مردوز که از آبله های کف دست خود و از زور بازوی خود خود خانم بخره، موترم بخره، چکرام بره، امی هر کاره میکنه فقط از اوله کافه دست خود بسازم. یک ویدیو دیگر رو من فردا کوشش میکنم براتون بسازم. دوستا، یک دوست، یک وطندار ما و شما در خارج از افغانستان از چینل یوتیوب ساخته. من هم یک روی چهرهش و روی بعض موضوعات گپ بزنم. خودش بازیگان دفعه میگه که مرا میبینین به این رقمی چینل مرا سابسکرایب نمیکنه. بسیار جالب گپ میزنم. من خیلی علاقمند گپای شدم. اما ناجوان مردانه گپ میزنم. میگه که همین از زور یوتیوب، از پول یوتیوب میگیره، از پول شخصی خود. این پول یوتیوب از کجا میشه او بیدار؟ خو این سازمان های افغانستان خو فکر بکن از اونجا رشوت میگیری، از اونجا واسطه میکنی. از یوتیوب خود نه واسطه کرده میتونی، نه کدام. او یک کمپانی خارجی امریکایی هست که از اونجا پیسه، هیچ واسطه وسیله هیچ چیز کار نداره، جز کار میخواه. او جز کار میخواه. ماما یادت هست در ناامنترین جاهای مشرقی ما خودت نرفتیم؟ بله. گزارش تهیه نکردیم، چون مردم کامنت میداد، میگفت که او ولی به ولایت همیشه بهار، مشرقی، به کامه، به شیوه، به سرخرود، به اینجا شما نمیرین، گزارش تهیه نمیکنین. ما اگر ما گپ مردم خود نادیده نگرفتیم، تا جایی که امکان داشت رفتیم. ما رفتیم، حتی شب شب منزل میزدیم. ماما میترسی نشاید از همیجا، میگفت نکو اینجا نبیا. من میگفتم که این مردم نبیا که تا جلال آباد آمدی، تا اینجا چرا نرفتی؟ اما اون مردم خود خبر نداره که اینجا امنیت نیست. یک تعدادشان درک میکنه، یک تعدادشان بازو دغدغه میگیره که ولد اینجا رفتی، اینجا نرفتی. ما رفتیم، اون تو گزارش تهیه کردیم. این گزارش فرید و اینا خو یک چیز بود که تصادفاً پیش آمد. دوستا، موضوع غلام سخی تصادفاً پیش آمد، موضوع کاکو بریلی تصادفاً پیش آمد. من مثل یک تعداد کسا وره نکردیم که یک چیز بوده او را بگی دیگه، او را شورک داده برو، شورک داده برو که بیا پیسه. باز به هر ترتیب که هست ما از طریق مسلک خود کار کردیم و یوتیوب بر ما پول داد. پول دزدی نیستی عزیز دل من، خیر کال شما مثلا نوکار هستین، یک تعداد کسای دیگه هم که خوب است، کارشان خوب است، در یوتیوب رشد کردن، اونا زحمت کشیدن، شب و روز سرچ کردن، مطالعه کردن، تحقیق کردن، در رابطه به یک موضوع خوب تحقیق کردن، آمدن افشاگری کردن، آمدن گپای خود گفتن، اینو زحمت کشیدن. اینو خوب مفت نامدن که مثلا یک ماه دو ماه شوه بیا یک مایکک در دستش باشه یا در یخن خود بسته بکنه، در جای وام تلفن خود وانو بگی این کارا رو بکن. بیشتر از یک دهه شد که ما کار میکنیم، اما حالا که موضوع یوتیوب و فیسبوک ای گپا برامده، شما بیشتر ما را شناختین. این کار لطفا من ای را خواهش میکنم، من نمیخوایم کسی توهین و تحقیر بکنم، بس از کسی که توهین و تحقیر میکنه بجا میکنن. خب خیر، بجا کسایی که این کار میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، لطمه وارد میکنن به شخصیت کسی، او را بجایش من حتی صدای من نمیکشم، حتی گپ نمیزنم و ناگفتنم من به میگپا وقت هم ندارم. بله. ما به میگپا وقت نداریم راستش، و کوشش نمیکنیم که وقت هم داشته باشیم. باز بعض اوقات که بسیار جات قارم بیایم میگم پاسخ ابله ها خاموشی است. یک آدم بزرگ از استرالیا همیشه به من پیام میکرد، خوب باید بشنوه، خوب باید بشنوه، روی از این ماما باید گپ بزنیم. من برای خودت هم گفتم شاید سنش به اندازه سن خودت باشه، با دریشی و نکتایی و بسیار لوکس، بر من بارها مسیج میکرد. باز در مسیج های خود یکان ذره مغرضانه یا یکان تو واکنش میداشت با من، یکان چیز میگفت که اینی رو چرا تو کدی. بارها گفتیم، بازم میگم شما در کابل نیستین،
از خیشتان، قومتان، برادر، برادرزاده، یک کس از ازمو خیشای گوسفندایتون هم اگر است پرسان بکنین، بگین کمی کابل وضعیتش چگونه است. خصوصا در اطراف کابل کسایی که میرن بر کار کردن، امی وضعیت چگونه است؟ اونا براتون بگویم موضوع را. وقت براتون گفت بعد از او بیاین ما را ملامت بکنین. بر من نوشته کردم اما که در کابل غیر از فرید، غیر از فکر کنم امیره، من براتون میخوانم دوستا، امیره من براتون میخوانم، خیره اگر یک کمک وقت دارم میگیرم، مرا شما ببخشین. به خاطر که من چقدر احترام از ایره میکردم، با تخلصش صدایش میکردم که آقای فلانی بر من یک مسیج طولانی هم نوشته کرد، بعد از او باز من او را دیگر جوابش ندادم، گفتم خیره باشه. نوشته کردم هموطن، آیا در افغانستان در حالی که من بسیار جا آشنایی دارد از چند سال از همراه من این مسیج کنی میکنن، آیا در افغانستان تنها فرید است؟ شما معیوبین، محتاطین، یتیمان، بیوزنان را چرا گروگان میگیرید؟ آیا ما گرفتیم؟ ایره شما میفهمین که ما کدام یتیمه گروگان گرفتیم، کدام بیوره، کدام معیوب را، کدام محتاط را ما در قید خود گرفتیم که شو رو سر از او ساخته برو. ای که دیگه کس اگه کار میکنه او به ما غرض نیست، اما شما به من نوشته کردین یتیمان بیوزنان را چرا گروگان میگیرید؟ آیا از کدام طریق دیگر نان پیدا نمیشود؟ خوب متوجه شوین، جوان هستی، اشخاص را که همراهت زمیمه است مانند سمد داردار بازوج یک چیز نوشته کرده، یک گپ کثیف گفته. برای یک مرد که بسن ماما باشه اتر یک چیز بگویه، باز پشت مرده ها گپ زدن غلط، ای خو بهمتی است. خو این که چی نوشته کرده او رو باشه، از احمد زایرم یادآوری کرده، و یا ابراهیم مامایت سردار خشتک کشال، من نمیفهم کی را میگن اینا، را دمت ساختی، مردم را فریب میدهی. ما بسیار جاد قارم آمد، بسیار جاد من نتونستم خود اداره کده. ما گفتم فلانیه که کدام کار کده حتما با خانواده خودت کدام گپ داشته یا ارتباط داشته که ایره میشناسید تا این حده. من مجبور شدم، شما اگر می بودین نیوازم چی می کردین؟ گفتم بس از یک سال است که گپای کنایه آمیز میگی، اما من طرف عکست می بینم خجالت میشم و میگم بزرگ است. و همیشه خودش هم شاید امیال ویدیوی ما رو ببینه، همیشه ما تخلص شگرفتیم و در قسمت آخرش صاحب نوشته کردیم، با وجود که ما وقت بسیار کم دارم. اما چه نیاز بود که تو یک مسیج برای من نوشته بکنی خودت؟ ما از کدام بیوه استفاده کردیم؟ از کدام یتیم استفاده کردیم؟ از کدام محتاط استفاده کردیم؟ ما با دیگرا کار ندارم، مثل دیگرا واره که شب و روز که تشنابم بره ما ویدیو بسازم، آشپزخانم بره ما ویدیو بسازم. یک موضوع فرید پیش آمد که یک تعداد نفرها در کالای خود جای نشد، یک تعداد کسا جای زمین برشان تنگی میکرد، خودم میخوردن. او یک یوتیوبر نوشته کرده که شما هر ویدیوی هماین را ببینین با فرید کس بالاتر از 2 لک ویو گرفته یا بالاتر از 2 لک نفر او را دیده. وقتی که خودت 50 یا 60 یا 100 200 300 500 1000 ویو نمیگیری، کامنت خوبی که در جایش بان، چرا حسادتت میاد او بدر؟ چرا ما و شما این نمی رقم هستیم؟ چرا بار بار میگیم که دست ما در آلو نمیرسه، باز میگه که والا دست ما نرسه و ترش از ما نمیخورم، در حالی که دستت نمیرسه. وقتی نمیتونی رقابت خویی نشد، کی را برو توهین کو، او را برو تحقیر کو، پشت از او گبزن، پشت از او گبزن، باز عکس هماین افغانبان یا عکس یک کس دیگه که یک 4 نفر میشناسیش دبارهش نوشته کو یک چیز بد که باش مردم ببینه او چی گب شده ای. تا چه وقت شما مردم فریب میدین؟ ناگفته نمانه که شما انسان ها بدتر از اونو انسان هایی هستین که وطنتان مفروشه، بدتر از اونو رهبرایی هستین که نفاق و شقاق بین مردم افغانستان ایجاد میکنن. شما به خاطر چند افغانی یا چند دلار شما میذارین اینطوری کار را میکنین. اگر ما اومدیم کار کردیم
فکر بکنین امی هماین افغان یا مانند هماین افغان چند نفر دیگه می 50% به خاطر پول کار میکنن، اما 50% منافع ملی و منافع کشور و منافع دین و مذهب و انسانیت خود نظر میگیره، 50% کار میگیره. شما مستقیم 100% میین به خاطر ایجاد کردن درز کار میکنین. چرا؟ تا به کی؟ تا به چه وقت؟ از کی بنالیم؟ باز نوشته میکنه که اون بچه باز میره میبینه که اینقدر ای آید داره، فلانی اینقدر آید داره، فلانی اینقدر آید داره، آیدای کلگی. او برادر حالا با شما چی که میرین آید مردم هم میگشین که از یوتیوب چه ایده؟ کدام کتاب است؟ از وجدانتان یک اندازه حیا بکنین، از خدایتان بترسین، از او پدر و مادر که شما را به دنیا آورده از اونا حیا بکنین که مردم فکر میکنن که پدر و مادر چگونه تربیت داده برزی. بگذارین که مردم سر پدر و مادر شما، سر خانواده شما افتخار بکنه و بگوید که چگونه فرزند به دنیا آورده، نه ای که سر از اونا خم باشه، نه ای که پیش وجدانشان اونا خمیده باشن که چگونه فرزند دارن، پشت از او گوزن، پشت از او گوزن، بیا تو درز ایجاد بکن، نفاق بی اتفاقی به وجود بیار. چی مفهوم داره؟ ما در کل زندگی ما یک او بچه فریده یافتیم و هر کار را کردیم، هر ویدیو هم که ساختیم کلش با به خاطر یک هدف بود، یک هدف موضوعی بود در اونجا. مثلا من روز گزارش می ساختم، همون گزارش های من می ساختم در پولیش، همون بچه را می بردم امرای یک آنجای کل گزارش های فریده بیگه 7-8 گزارش شاید چوه زیادی سن قسم و هر کدام از او یک پیام را رسان، چون او طفل خرد بود، زیر سن بود، مجبور بودیم که ما از خود دفاع میکردیم. دفاعی ما این همی چیز بود. ما منجا تشکر میکنم از او برادر مک داستار الیاس که به ما هم یک گپ زدن، بسیار تشکر میکنم پیشش. اما این برتانه این بسیار پایین ترین انسان است، پایین ترین انسان، از دیگه بالا نمیتونم بگم. خب ادامه صحبت های بیا در خانده ما ها، بیا در خانده بگیریم. خواه درست است. این حال امروز دیگر تا دیگر معلوم میشه نید که عمر حتما اون نفر نکده یا نمیتونه، مشکل است برش. گفتم بچی من بسیم نید که هم تیر شو برو هم پیسه را پس بگی از پیشش. بازین من چند وقت بات میرم، این اکسی هفته بات میرم بوزا سالمون میتونم که اونجا هر قدر پیسه باشه آدم میتونه روان کنه. اینجا مشکل نیست خواهر مهربان، اینجا مشکل است، اینجا مشکل است. ما نکدیم هیچ از اینجا روان نکدیم و یام پیسه تنها پیسه من نیست، پیسه چند نفر است که به اونسا به کمک میکدیم. درست است خواهر فایده، برتوات کمک که شما میکنین اگر در شما کدام شک است کدام چی است خیره، هیچ خواهش میکنیم او پیسه که شما بخاطر از ایرایی کنین که در شما کدام شک شما باشه ما نیشنم بخواهر داشتم اما پیسه اما بعض کسا بعد اما که 50 دلار رایی میکنن و این قدر چی میکنن یا حتی اما یک بنیاد به حساب بدنام میکنم. این همه ما بخواییم هر چقدر پیسه رو میتونیم از بنیاد از اکانتش برداشتن میتونیم، ما به خاطر رضای خداوند و یکی نمی مصرف خود دفتر ما که هستن که به حساب یک آشپز داریم، یک نان و چاشت یک شبا میکنه و یک چای و یک باره ایشه گفتن هم میتونه که ما مصرف شدیم و از این پیسه کسایی که بر ما روان میکنن ما مصرف بنیاد از این میکنیم. مگر او رقم که به حساب دیگه یوتیوبر هستن مثل کابلی و مثل خوابیدر و مثل بسیار زیاد شده حالا یک بار دیگه بشنوین مثل کی ها؟ سر ما که هستن که به حساب یک آشپز داریم یک نان و چاشت یک شبا میکنه و یک چای و یک باره ایشه گفتن هم میتونه که ما مصرف شدیم و از این پیسه کسایی که بر ما روان میکنن ما مصرف بنیاد از این میکنیم. مگر او رقم که به حساب دیگه یوتیوبر هستن مثل کابلی و مثل خوابیدر و مثل بسیار زیاد شده حالا مثل کابلی هدفشان ضمیر کابلی است و مثل آقا بیادر یک دفعه دیگه بازم میبینیم که میجه موضوع دلک است.
مثل که اون نفر گفته بود سیلک این موضوع سیلک وارد است. بازم بشنوین بنیاد از اکانتش برداشته میتونیم مگر نه ما به خاطر رضای خداوند و یک یعنی مصرف خود دفتر ما که هستن به حساب یک آشپز داریم یک نان و چاشت یک شب میکنه و یک چای و یک باره ایشه گفتن هم میتونیم ما مصرف شد ما از این بیسی کسایی که بر ما روان میکنن ما مصرف بنیاد از این میکنیم مگر او رقم که به حساب دیگه یوتیوبر ها هستن مثل کابلی و مثل آبیدر و مثل بسیار زیاد شده حالا که یک فامیل ده از افغانی کمک میکنن باز برای فامیل اگر ده لکه پام کمک شدن دیگه شکل شد برای خود میگیرن از ما افیسر بلاز این کار میگه آقا بیدر و کابلی میکنه اینا میگن و اگر هم یادم باشه بازم میگم رفیق سرسخت کابلی و آقا بیدر است مانا تصویر میگیریم و هر کس که بر ما کمک میکنن بشارت شرایط بنیاد ما میرخم است دیگه بازو تا مسئولیت شماست در دلتان روان میکنن یا نمیکنن و تا مبرتان بازم میگم که بنیاد ما کس فی سبیل الله کار میکنن و این رفت کرده آقای ما این افغان ایت نشراکت کرده ما اصلا هیچ و اصلا دیگه بار خوش ندارم و یکان اماتان های موقع زیاد اصلا میکنم باز با شماره بنیاد ما رو برشان میکن این اگر پیسه روان میکنم این بنیاد خوب در او ویدیوهای قبلی در او صداهایی که در ابتدا دیدن گفتن که اومان جان خودش وقت نداره این بنیاد از امو هست یعنی شماره را تعیین کرده و اینجا موضوع شک به وجود آمد دیگه حالا میگه که همایی نید در اینجا نقش نداره نداره بنیاد سهر ما دیدیم که به همه کسا مواد غذایی همه چیز دمی قرانتین تقریبا ما در حوض 800 فامیل هست اول ما مواد غذایی توضیح کردیم بسیار فامیل های هستن در قرانتین 800 خانواده را اینا کمک کردن چقدر دیگه یادم مسلمان است که ریاست مسلمان است بسیار مسلمان است مسلمان است ریاست او کسی که به حساب غلطی میکنه باز در دنیا جواب خدا میکنه بخاطر اینکه پیسه کس بسیار پیسه مهم است پیسه یک شخص نیست پیسه یک دیگه نیست پیسه دوان میشه که بر غریبا باید کمک شد و ما ایره کمک میکنیم باز اون طرف خان فایده دست خودتان از باز دلتان بر ما روان کنین یا بر دیگه بنیا به هر کسی که فیلمی گپا ما گرفتن هم میتونیم به خاطر که می خواهم دو بنیاد ماست ما فیلمی گپا بگیریم بازم بخواه کار که دیگه کار که ما ثواب شریک است شاید گناه میکنیم به خاطر که بر ما اگر یک بخش عایداتی است ما هر ویدیو رو پرتیم چقدر از یوتیوب تنها پیسه پیدا میکنیم مگر ما این کار رو نمی کنیم که چی کنیم فی سبیل الله سونا باز او طرف نه درست است من تو اونا گفتن که دوستای ما به نام مایون بر شما پیسه روان کردن به نام که شما مثلا به نام مایون پیسه خواستید ازشان نه خیلی هیچ وقت اونا زنگ زد بر ما بخاطر که بسیار کسا زنگ بزن لیکن حال ما نفهم اونا کی هستن بر ما هر کسی که زنگ بزن ما هیچ وقت به نام همایون جان پیسه نمیگیریم هیچ وقت بخاطر میگیم فیسبوک به نام ما جور کردین از نام فیسبوک ما برای مردم میگین که اول میگن ما هماین هستم پسان که باز موضوعی گپ زدن شده میگین که هماین جان خودش نیست خودش در ثبت است خودش در توزیع رفته اینا ما از جمع کارمندایش هستیم ما کار میکنیم رو 3-4 هزار زنگ میه به او خاطر به تمامشان هماین رسیدیم ما گفته نمونه که ای آقا سر فرید خاریده ای استادشه بسیاری کسا هستن که خوار مطرم مدموخ بنیاد است بسیاری کسایی هستن که بخاطر وقت بگویم که زیادتر یا کوشش میکنن که ما این افغان رابطه داشته باشن به مسئله دوستی و بسیار زیاد مذرت میخواییم بهش خواشقی و گبا دیگه بسیاری کسا میخواییم که ما از این طریق ما این افغان رو ببینیم یا کشون گب بزنیم باز ما این اجازه نمیدیم دیگه ما بازی کار رو نیست ما باینا خواست یعنی نظر به گفته ازید که هماین افغان به خاطر از اینکه کس خواهش عشق عاشقی نداشته باشه رابطه عشقی نداشته باشه و او خاطر هیچ وقت نداره که گپ بزنه برایشان و می خاطر اینا رو ما استخدام کردیم دیگه یعنی نفر اگر
ما بنیان خیری هستن. کار ما دیگه این نیست که یک نفر با یک نفر وصل کنه. این که پیسه به نام یک کس میگیری، ما میخوایم زشت بگویم، اما یک رابطه دوستی و رفاقت که در یک کاسه همراه از این منان خوردیم یادم میاد و همچنان یک چند نفر دیگه از این آدم که از رویدار است پیش ما، به او خاطر من برک خودم میگیرم. این خطایی اندازه نامردی و نمک حرامی و فریبکاری کده، اما من بازم کوشش میکنم هم روی چند نفر در نظر بگیرم. دیگه بسیاری کسایی که میگن یا خواهد مطلبشان این است که باید ما کنیم ایوان ایبینیم ارتباطش شخصی داشته باشیم، در از خاطر باز ما این کارانه نمیم کارم کنیم. خود درست است، باز ما امروز بچیم بر ما آور میده، باز ما که اگر ما چی نشد دیگه، باز اونا رفتم 3 هفته بعد آلمان میرم، باز از طریق آلمان باز ما گپ میزنیم، باز برتم زنگ میزنم. درست است؟ سلام علیکم خانم فریده، خوب هستید؟ خوب، یه مون تکراری است. بگو دیگه، اینا رو ما خسته شدم. اعتراض کنیم، بنیاد من خبر نداشتم. این رو باعث با میگفتی که ما یک سم دارم در بنیاد. یک سم داری، صد اگه بیادر ما خودم معرفی کنی بهتر است، تا که جنجال برد پیش نبه. اما کار صحیح نکردی، هر کس که هستی کار غلط کرد. من بازم برش میگم از این طریق، من خود نمیخوایم امرایش ارتباط داشته باشم. پول مردم را که ما سند داریم تمامش را بیادر بر از صاحبایش میرسن، یک دلارش هم نمیمانیم. پول مردم را برشان میرسنی، پس کار خوب است. پولش هم میرسنی به خاطر راز و رفاقت که با خودت داریم و با خیش و قوم و چند نفرتان داریم، به او خاطر من نمیخوایم اینیال تسکری تبانم اینجا. تسکرگک هایت هم تمامش هست اینجا، تمام سکرین شات هایت هست، یک مقدار سکرین شات هایت که پاک کردی او را خوب پاک کردی، به مو حالت هم هست که معلوم شده پاک کردی و در ابتدایش هم هست. یعنی آنقدر 3 ماه شده که ما پشتت میگردم، 3 ماه میشه. من به می خاطر سکرین شات نگرفتم و در فیسبوک هم نشر نکردم که یک کس پیدا شده. فیسبوک به نام مجور کرده، از نام استفاده میکنه، پیسای مردم جمع میکنه. به همین خاطر تا که پیدایت بکنم و خودت مرا میشناسی، باش که مثل یگان تا بگویم نه، مثل یگان بدماشا که خود شما آقا مرا میشناسید، خودت مرا به این میشناسی که من یک آدم بسیار کنجکاو هستم. بسیاری از دوستای خودت که من از دست دادم به همین خاطر که میگه بسیار کنجکاو هستی خودت. کنجکاوی در حقیقت یک دمی خون ما بیخی گت خورده و شاید در خون ما به این خاطر گت خورده که پدر ما کارش تحقیق بوده میشه، کارش کشف بوده، این این گپا بوده، شاید این موضوعی هم وراثتی است که از او به ما مانده. زیاد تلاش میکنم تحقیق کنم، اما تحقیق قسم بکنم که جانب مقابل از من کده بسیار زیاد هوشیار بودی، اما من یک قدم از خودت کده پیشتر بودم، یک قدم از خودت کده پیشتر بودیم. من زمانی که فهمیدم فیسبوک بنا مجور شده، همگی گفت که نشر کو از ما پول میخوای، هر کس بر ما مسیج کرد، باز ببین چیزی که آدمای سرشناس از کلشان در خارج است اونموار عد کردن. و زمانی که من به او نفر چیش میشه چی که یازنش میشه پیش روی یازنش گفتم که خودم خدا زده دو دشنام دادم، از نام استفاده کرده، فیسبوک جور کرده، پیسه میگیری، یک رقم شد. من او وقتم شک نکردم، مال یادم میاد یک رقم شد، هیچ صدای خوره نکشید. اگر نه دیگه موضوعات با ما بس میکنم، میگه چرا بیاد میرش کو یا این تو گپا ما کمکت کنیم، اما این چوب شد. وقتی که چوب شد حتما راپور داد برش که یادم کم کم خبر شده. بعد از اون فکر میکنم من یک دفعه پلیدم اون فیسبوک نیافتم، او فیسبوک مرا بلاک کرده، از او فیسبوک من نتونم برم ببینمش. مگر میگن ملخک یک بار جستی، دو بار جستی، آخر بدستی. خویشاوندایتان از امریکا آمده و تو از پول اینمی غریبا دزدی، تو بردشان در قرغه مهمانش کردی. از کدام پول، از کدام کاکگی، از کدام تو نو مرد هستی که میای یک بوتلاو تا میگی فلانی را میگی یک دونه انرژی یا یک دونه بوتلاو برام بخر؟ تو یک قدر کاکاو خرابات هستی؟
بسیار دلم درد کرده، بسیار دلم درد کرده به خاطر که به شخصیت ما تجاوز کردی خدا، از آبرو و عزت ما سوء استفاده کردی. من چند سال از کار میکنم و فقط آخرین تلاش من میکنم که چیز موضوع کمک نباشه یا موضوع بیابی و بیزتی و اینی گپا نباشه. هر جایی که گپا میباشه من از میگم از زبان بدل کردن کده کوچه بدل کردن خوب است. من از اونجا فرار میکنم، بیخی همون بحث تعریف میکنم اعلامیتم و یه که چقدر آدم زدی هم هستم در بعض موضوعات ایره شما خودت درک میکنی. یعنی کسی که فیسبوک را ساختیم، کسی که مثلا چک دارم، اما تا یه اندازه نامرد بودن، تا یه اندازه نمکرامی، در یک کاسه با من نان خوردی و امروز ما راستین گشتی به من. خودت که این کار بکنی از روز که باور کنم فهمیدیم که خودت این کار کردی، سر چک کردیم که فلانی است، از اون روز از رفاقت، دوستی، از سلام علیک، از همه چیز نفرت پیدا کردیم. اونطور یک آدمی که بیای از من سوء استفاده بکنه، خیلی پس ما به کی اعتماد بکنم؟ پس به کی؟ به هیچ کس اعتماد نمیشه. از اون روز من فکر کردم، گفتم نه، بر بعض کسا میگم رفیقای من مثل ماماست، کاکا بریالی است، این هم تو آدم آن آجی صاحب رامت است، امسان از این دیگه کسا، یعنی چند نفره که یکشن پیران زیاد کنه کردن، اینا دیگه چیز ندارن در بساط خود که بیاین چال بزنن، نیرنگ بکنن، سوء استفاده بکنن به جیب. همو گپا راست است، نمیگفت رفیق در این شرایط رفیقایی است که یا به فامیلت چشم داره، یا به جیب چشم داره، یا به شخصیتت چشم داره. اینی گپا است، این موضوع رفاقت. باز من خو به هر ترتیب ضمیر کابلی و آقا بیادر خو همونطور جانی جانی تر شاید از من کده برات باشه. ای که اونا چی کار کردن، میای امی رقم میگی، پشت رفیقت گپ میدنی، بر دنیا معرفی دزد معرفیش میکنی. ای که کدن یا نکدن او میفهمم، خدایش او را در او باره من بحث ندارم، در این باره که تو آمدی دوستت رفیقت بدنام ساختی در آلمان، در هلند، در کانادا، مردم یا استرالیا مردم امرای تماس گرفته، گفتی که فلانی فلانی دزدی کرده و بچم در کجا خانه خریده، در کجا خانه خریده. امی کار است. پس وقتی که به ما نتونستی خودت ثابت بسازی، حتی به فامیلت خودت خائن هستی، اینقدر انسان درویه و کثیف برآمدی، چهره دلم بسیار درد کرده، اما بسیار زیاد کوشش میکنم نامردی را خودت کردی، من از دانم نبرای چیز نگوید. بسیار رازا و بسیار گپا است، اما به خاطر دو سه نفر که رویشان است به او خاطر من نمیخوام چیز بگویم. خودت اشتباهی کردی، بد کردی و طفل نیستی، صاحب اولاد هستی، صاحب زن هستی. تشکر دوستا که تا این لحظه شما پرگویی ما را تحمل کردین. درد دل بود که از سه ماه به این طرف مرا میرنجاند. بالاخره اسناد و شواهد تا حدی که بتونه نفر از ثابت بساده مجرم جمع کردیم. قماندانی امنیه و ریاست تحقیقات جنایی هم اگر میخواین دزد را با پشتارش ما گرفتیم، بین شما بگیرین جزا بتینش. ما کار خود را به عنوان یک خبرنگار، یک ژورنالیست آمدیم، واضح ساختیم، وضاحت دادیم. کسایی که توجیه میکنه هم کامنت بانن، کسایی که میخواین با ما درد دل خود را در میان بگذارن، غم شریکی بکنن با ما که چطور رفیق نامرد داشتیم، هم به ما بنویسن. لایک، کامنت، هر چیز میکنین نمیکنین و دلتان، من نمیخوایم، به خاطر که ویدیو را ما بر شما میسازیم. اگر خوشتان آمد هر کاری که دقش میشه لازم از بکنین، سابسکرایب، ان سابسکرایب، لایک، ان لایک، هر چی میکنه بکنه، ما نمیخوایم. تا گزارش بعد، تا سخنهای بعد، هر کدام شما را به خداوند منان میسپاریم. ما به نوبه خود از دوستان و ایزانم تشکریم تا این منتظر شیشون سعی کردیم ویدیوی همونجا نه، اما از این بعد کوشش کنیم که بازی هر کسی نخورین. همونجا نمیشه اعلان میکنند که کمک چیز نیاز نیست، اما بعض نامرده که این نامردی رو میکنن که یک دفعه نامبد میسازن دیگه، او رو خودتان باید از پیش تاسید. و ما باباشه ماما بازم بگویم که سرمایه دارترین کسا شاید ما باشیم. ماما همیشه میگه از دریا یک لپه رو بگیری چی معلوم، یک پیسه که ما داریم هیچ کس نداره، هیچ کس نداره. همین اعتماد را که ما داریم
شاید کم داره، کسای دیگه هم داره به اندازه ما اعتماد، اما کمتر کسا شاید به اندازه ما اعتماد داشته باشه. اینمی بر ما سرمایه بسیار بزرگ است. مجرم این که ساعت ما خوب است، همی خود سرمایه است. همی هر روز در چکر است. همی کومن که میکنه همی خود سرمایه است. همی که مردم از ما خوش است و مردم ما رو دعا میکنه، این خود سرمایه است. و ما شاید از جمع کسایی باشیم که آمدیم در این راستا کار میکنیم، چیز به نام تعصب نبوده که ایر از خداوند خیلی زیاد ساده ترین گپ همین بارها گفتیم که چیزی که بر ما بسیار زیاد ارزش داشته انسان و انسانیت بله. انسان و انسانیت بله. قوم قبیله فقط به دو چیز بسیار زیاد پابند هستیم، خدا و رسولش. خدا و رسولش وقتی که اوامر از اونا را برجا کردیم باز بسیار موضوعات دیگه هم هست. من هم میخواهیم که در بحث های یا آموزینه های دینی یکمک تج بکنم، اما از همه مهمتر خدا و رسول است. باز بعد از اون دیگه موضوعات هم هست، شاید گپ مرا گرفته باشه، نیاز نیست من بگویم. تا برنامه بعد، خداحافظتان.